دروغ پردازی و افتراعات حجت الاسلام شریف زاهدی. هدف از تهیه این مجموعه برملا نمودن دروغ ها و افتراهای شخصی به نام ملا شریف زاهدی می باشد. این شخص قبلا امام جماعت یکی از روستاهای شهرستان مینا بوده، به شیعه‌گری روی آورده و اخیرا توسط برخی از شبکه‌های تلویزیونی رافضی همچون سلام و ولایت علم شده است. گرچه سخنان این فرد بسیار سبک و مضحک است و حتی دروغ‌های از هرمن الشمس در سخنان او دیده می‌شود که حتی ارزش وقت تلف کردن برای رد بر آن را ندارد، اما برای ظاهر کردن چهره واقعی و منزلت این شخص برای مردم تصمیم گرفتیم این مجموعه کلیپ‌های کوتاه در کشف دروغ‌ها و افتراهای این حجت الاسلام اجاره‌ای را تهیه و منتشر کنیم. در این سلسله کلیپ‌ها بخشی از سخنرانی‌های تصویری و صوتی این شخص آورده شده و به آنها پاسخ داده شده است. و خدای متعال و وجود نازنین امام حسین علیه السلام که حیات دنیوی و اخروی می بخشند، امام حسین علیه السلام بار دیگر حیاتی به ما بخشیدند، اون هم با یک نفس عالم شیعه، روزخان شیعه، که خدا می داند بعضی از این نفسها و بعضی از این کلامهایی که از زبان علمای شیعه استخراج میشه، اینها بسیار هدایتگر است. خدای متعال توفیق داد، همونطور که استاد فرمودن، به برکت روزه حضرت علی اکبر علیه السلام و روزه قتلگاه امام حسین علیه السلام، خدای متعال در شب عاشورای سال 1375 در چابهار این جرقه را زد. در این دو بخش از دو سخنرانی مختلف حجت الاسلام شریف زاهدی درزاده به دروغ ادعا می کند که حدیث ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات در صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجه آمده است و خودش این حدیث را در صحیح بخاری دیده است و همین امر موجب هدایت او به مذهب شیعه گشته است. بنده را به عنوان امام جماعت یکی از مساجدی که پیش نماز بود تعیین کرد در خود چابهار. این مسجد کنار ساحل است و در واقع حسینیه هست اونجا، متعلق به شیعیان مهاجر چابهار، و شب عاشورای سال 75 بود که خدای متعال این عنایت را به بنده کرد. بعد از نماز عشای سنی ها که خب اونها نمازاشون را چجوری میخونن، اینا بحثای زیادی هست که بعدها انشالله حتما به دست عزیزان میرسه این مباحث. بعد از نماز عشا من صدای بلندگوی حسینی شیعه ها را شنیدم، چیز در حدود 50-60 متر، بیشتر فاصله نداره با مسجد سنی ها. تا الان هم این حسینی اونجا الحمدلله برقرار هست. دیدم این عالم شیعه که داره سخنرانی میکنه، همینقدر من شنیدم اسم کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم رو داره میبره و کتاب سنی رو داره اسم میبره. مولوی ها تو حوزه همیشه به ما گفته بودن اونها هیچ سند و مدرکی ندارن، هر چه میگن همش کذبه. من برای اولین بار اون شب از دهن یک عالم شیعه شنیدم که اسم بخاری رو داره میبره و خیلی هم برایم جای سوال شد. مجبور شدم برم گوش کنم که این عالم شیعه چی میگه. بنده چون با اون فرم و وضعیت ملای سنی بودم و به هر حال لباس و فرم سنی بودم، جرئت نکردم وارد حسینیه بشم. رفتم پشت پنجره حسینیه گوش کنم که این عالم شیعه چی میگه. زمانی که من رسیدم کنار پنجره حسینیه، این روایت را از صحیح مسلم نقل میکرد و بعضی از کتب صحیح سنی ها مثل سنن ترمذی و ابن ماجه نقل میکرد.
می گفت رسول خدا فرمودند ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، و این روایت رو تعبیر می کرد و از کتاب های سنی نقل می کرد. و خیلی برام جای تعجب بود دو تا مطلب دیگه وصل کرد به این روایت از کرامات امام حسین علیه السلام، که بعدش من رفتم تو کتاب خونه مطالعه کردم دیدم واقعا اینا حقیقت داره برخلاف اون چیزی که مولوی ها به ما گفتن. و در سخنرانی دیگری باز این دروغ را تکرار می کند. ثابت شد که مولوی های اهل سنت درست می گفتند که آخوندهای شیعه جز دروغ و جعلیات از کتب اهل سنت دلیلی ندارند، همانطور که آن روزه خان این حدیث جعلی را به دروغ به صحیح بخاری نسبت می داده است، و شما هم که عباپوش شدید و مثل هم نوعان خود دروغ می گویید. براستی که دروغ پردازی از اصول لاینفک تشیع است. بینندگان عزیز، روایت جعلی ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات در هیچ کدام از کتب سته اهل سنت نیامده است و این آخوند دروغ میگوید. حال از جناب دکتر آیت الله حسینی قزوینی استدعا می نماییم برای آنکه بینندگان محترم به صداقت و راستگویی این حجت الاسلام یقین و باور داشته باشند، روایت مذکور را از کتب صحیح بخاری و یا مسلم و بقیه کتب سته از طریق شبکه ولایت در معرض دید همگان قرار دهند. بینندگان ارجمند، به نظر شما آقای شریف درزاده برای شیعه شدن چه انگیزه و دلیلی داشته است؟